با نام تو آغاز می کنیم یا رحمان و یا رحیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری سلام عرض میکنم احترام تقدیم میکنم امیدوارم هر جایی که هستید جانتان جور باشه دلتان خوش باشه بسیار خرسن هستیم که بار دیگر در اولین روز هفته در آخرین ساعات از روز شنبه همراه با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم با شما خوبان همگب و همسخن میشیم بله امروز 25 محرم الحرام به روایت سال روز شهادت امام زین العابدین علیه و السلام و هست این مصیبت به امام زمان و به همه دوستداران خاندان پیامبر اکرم مخصوصا خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تسلیت عرض میکنم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فسیحی غزنوی هستیم سلام علیکم جناب استاد گرامی بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان سلام علیکم سلام, علیکم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان گرامی سلام عرض میکنم امیدوارم, سلام امیدوارم سلام که خداوند انشاءالله توفیق عنایت بکنه بتوانیم در خدمت شما و بینندگان گرامی باشیم در خدمت تان سلامت هست سلامت باشید بزرگوارت بله در هفته گذشته بحثی را در خدمت کارشناس محترم آغاز کردیم نگاه به خطبه بی بی زینب کبرا در کوفه نکاتی مطالبی در او قسمت بیان شد اجازه بدید که بحث یه هفته هم پی بگیریم جناب استاد گرامی در جلسه گذشته بیشتر در زمینه های ایراد ای خطبه و در فضایی که ای خطبه ایراد شد و در چرایی که چرا حضرت زینب اونجا خود بخوان و بی بی زینب کبرا خود بخان و امام سجاد علیه و السلام ساکت ماند در اون لحظه و در اون هنگام صحبت های شد و از شما تحلیل ها و پاسخ هایی که در این باره وجود داشت شما به بهترین وجه بیان کردید خب امشب اجازه بدید ظاهرا وارد خود خطبه شیم گرچند خطبه خود, خود به طولانی نیست نسبتا خود به کوتاهی است اما جملات لحن و کلمات که بی بی انتخاب کرده بسیار کلمات خاصی است که دوست داریم از زبان شما بشنویم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین و صلی الله علی سیدنا و محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین خب من ده هم سال روز شهادت بقیت و صیف امام سجاد علیه السلام را خدمت یکایک یک بینندگان گرامی تسلیه درز میکنم خداوند انشاءالله به ما توفیق عنایت بکند که رهروان راستین ائمه خدا باشیم در رابطه با خطبه حضرت زینب سلام الله علیها همان گونه که اشاره فرمودید در ابعاد مختلف خطبه در برنامه گذشته مطالب عرض شد <applause> خطبه حضرت گرچه کوتاه هست اما از ابعاد مختلف باز میشه رویش بحث و بررسی کرد بله از لحاظ جامعه شناسی از لحاظ روانشناسی بسیار مهمه حتی از لحاظ بلاغت و فصاحت خطبه قابل بررسی است و از لحاظ تفسیری که آیات قرآن حضرت زینب سلام الله علیها در اون شرایط مستند به آیات قرآن خطبه خود را آغاز میکنه و صحبت میکنه این نشانگر اینه که حضرت واقعا همون گونه که امام سجاد علیه السلام در پایان خطبه حضرت زینب سلام الله علیها ایشان را معلمه میداند که از کسی تعلیم نگرفته و این نشانگر عمق آگاهی ایشان از آیات قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم و همچنین یک شناخت عجیبی حضرت از جامعه کوفه و کوفیان داشته که ویژگی های اونها را بسیار به بس صورت فشرده بیان میکنم من دوست دارم که قبل از اینکه وارد این خطبه شویم بهتره که راوی این خطبه شریف یک کمی دربارش بحث شود بله بسیار خوب راوی آنگونه که در منابع آمده در منابع معتبر آمده اسمش بشیر ابن خزیم هست که اسدی شاید از طایفه بنی اسد بوده اما منابع میگه که ایشان از اصحاب امام سجاد بوده راوی این خطبه راوی خطبه متاسفانه در جنگ شرکت نداشته و شرکت نکرده که بعدها خود را نکوهیش میکنه و ملامت میکرده یعنی که در لشکر امام حسین امام حسین یعنی در رکاب امام حسین حضور نداشته بعدها خود ملامت میکرده سرزنش سرزنیش میکرده که چرا من از این فیض ازما محروم مانده محروم مندم. اما در رابطه با این خطبه قبل از اینکه این خطبه رایشان روایت بکنه جالبه که اون فساحت و بلاغتی که زینب سلام الله علیها از خود نشان داده یعنی واقعا تحت تاثیر فساحت و بلاغت حضرت زینب سلام الله ایشان قرار گرفته و براستی هم خیلی سخته که یک خانومی روز قبل در روز آشورا شش برادرش را از دست بدهد دوتا فرزندش را از دست بدهد جوانان بنی هاشمی که همه دوربر حضرت زینب سلام الله علیها و با یک احترام خاص دور ایشان بودن همه را از دست میدهد شب یازدهم هم بقیه اهل بیت به یک نحو استراحت بوده و ایشان پاسبانی میکرده طبق مقاتل که نوشته است بله. بالاخره زینب سلام الله علیها با همه خستگی و با همه خستگی روحی و روانی خستگی جسمی وقت وارد بازار کوفه میشه یکی از اشتباهات بزرگ یزیدیان و کوفیان این بوده که اهل بیت را از مسیر قتلگاه و وارد کوفه می باید از یک گوشه باید اینها را اینها فکر میکردن که اینها یک تعداد مظلومی هستند مردم هم جمع میشه و میبینن به اصطلاح منور و قدرت نمایی یزیدیان را اما برعکس میشود نتیجه این خطبه حضرت زینب بله. سلام الله علیه ها به گونه که مردم یک سره زجه میزنن بله. ناله و فریاد میکنن لذا در رابطه با این خطبه بشیر ابن حزیمی اسدی میگه و نظر تو زینب بنت علی و مازن ولم ارى خفرتون والله انت ها منها که انها تفرعو من لسان امیر المؤمنین وقد اومعت ال الناس ان اسكتو میگه من تا امروز تا اون روز که حضرت زینب در روز یازدهم خطبه میخواند میگه چنین خانمی محجبی باوقاری را عفیفی را ندیدم به اندازه زینب این گونه فسیح سخنرانی بکنه خطابه بخونه گویا که خطابه حضرت از زبان حضرت امیر علیه السلام از زبان زینب خوانده میشه معلومه که راوی پای سخندانی ها و خطبه های امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم زیاد بوده میگه این خطبه ها گویا که علی زنده شده است خاطره خطبه و سخنرانی علی را زنده میکنه زنده میکنه و مشخصه که چقدر با فصاحت و بلاغت این فصاحت و بلاغت به نظر بنده بالاترین فساحت و بلاغت است که یک خانم از خود نشان میده از لحاظ روحی روانی از لحاظ روانشناختی اگر ما دقت بکنیم خب یک خانمی که همه چیز را از دست داده برادر را از دست داده اون فاجعه عظیم را شاهد بوده الان خطبه را به گونه ای ایراد میکند که حتی راوی متعجب است و با تعجب در متن و ثنای حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکنه که من تا امروز چون این خانم باوقاری را عفیفی را ندیدم که این گونه با فساحت و بلاغت خطبه خوانده باشد لذا میگه وقتی خطاب میکند به مردم کوفه اسکتو یعنی ساکت باشید شروع خطبه به همین صورت است که فرمان سکوت متبه ابتدا میخواید که زمینه سخنرانی رو آماده بکنه. خب در یک هر جمعه و در یک سر و صدای برد. خطبه اثرگذار نیست برد. ابتدا ساکت میسازه اجازه بدین که همینجا بحث متوقف کنیم یک درنگی در داشته باشیم میان برنامه ای رو میبینیم باز برمیگردیم و جای مهم میرسیدید شما در اون جایی که زمینه فراهم شده که حضرت زینب علیوار لب به سخن بکشاید دعوت میکنم به تماشای میان برنامه محمد المصطفى بسیار سپاسگزار هستم از اینکه تلویزیون جهانی هادی برنامه به وقت بیداری را به طور زنده و مستقیم بیننده هستید بله این همراهی شما برای ما بسیار بسیار دلگرم کننده و امید بخش هست پول ارتباطی تلویزیون شبکه هرم که میدانید مثبت 964 780 255 43. از طریق واتساب و تلگرام در خدمت شما هست شما میتانید که هفت روز هفته 24 ساعته از همه طریق با ما مرتبط شوید هر نوع سوال و پیشنهاد و انتقادی که دارید با همکارای ما در میان بگذارید خب بله سوال های یک از بخش سوال ها سوال های شرعی هست که هفته اقل هفته یک شب تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دارید سعی میکنه که در قالب همی برنامه پاسخ سوال های شرعی شما را هم تقدیم شما خوبان بکنه اجازه بدین که خدمت کارشناس محترم برگردیم و ادامه بحث بله جناب استاد بزرگوار با توجه به اون کلمات و در واقع حس و نگاهی که راوی از فضای خطبه برایش برای ایجاد شده در واقع اون قضاوتش را برای ما در تاریخ ثبت کرده گویا وقتی که حضرت صحبت صخ... شروع به بصخب... صحبت, میکنه خاطره سخن گفتن حضرت علی برای راوی و دیگر مردم هم تدا... تدایی میشه بفرمایید بله بله همان گونه که هر شد و شما فرمودید زینب سلام الله علیها طبق گفته راوی اه... ابتدا مردم را ساکت میسازه مردم سا... اسکوتو ساکت باشید به گونه مردم ساکت میشن که حتی میگه زنگ شترها از صدا باز میمانه میسن. باز میمانه و این خیلی مهمه خب در بازار کوفه ظاهرا در یک نقطه حساس در مرکز تجمع مردم یک خانم بلند شوه و مردم را بگه ساکت باشید به گونه ساکت شوند که زنگ شترها از صدا بمانه بله به این خیلی مهمه البته یک نکته ای هم باید عرض بکنم که همون گونه که اشاره کردم در برنامه قبلی هم در این زمینه اختلافه که آیا روز 11 هم را به کوفه وارد کردن و یا روز دوازدهم دوازده در هر صورت برخی از منابع یازدهم گفتن و برخی از منابع روز دوازدهم گفته اگر دوازدهم هم باشد خیلی بلد. فاصله بین آشورا و روز دوازدهم فاصله زیادی نیست, نیست. و خستگی از تن زینب سلام الله علیها بیرون نرفته اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمیکنه که در این بی بی در چنین وضعیتی ای این خود برای این خود برای بخونه این منظور این که خطبه خیلی مهمه و حضرت جالبه که خطبه را خیلی اصل خطبه یعنی مقدمه سخنرانی را بسیار کوتاه بیان میکنه شرایط معلومه که از لحاظ جامعه شناختی چی وضعیتی بوده از یک طرف نگرانی حضرت زینب سلام الله علیها که حادثه برای امام سجاد اتفاق نیفته و برای اهل بیت امام حسین اتفاق نیفته و از سوی دیگر باید پیام آشورا باشه لذا ایشان با همه وضعیت حاکم بر اون زمان سخنرانی رو اینگونه شروع میکنم الحمدلله یعنی خطبه الحمدلله حتی رب العالمین هم در منابع نیامده الحمدلله و الصلاة علی ابی رسول الله ابی محمد و, الله و عمد آله الطیبین ال این کل مقدمه و خطبه حضرت زینب سلام الله علیها قبل از ورود به سخنرانی, سخنرانی هست باید. و این خیلی نشانگر اینه عزیزانی که اهل منبر هستند عزیزانی که اهل تبلیغن میدانند که این گونه خلاصه خطبه خواندن تنها از زینب سلام الله علیها بر می آید و بلاغت یعنی همین بلاغت یعنی این حال رو رعایت کردن و واقعیت حمد باید. خدا را به جا می آورد بعد خود را فرزند و پسر پیامبر و محمد مصطفی معرفی میکنه بله جامعه کوفه مردم کوفه از اقوام مختلف حتی مسیحی یهودی حضور داشته مخواه، حضرت میخواید خود را به گونه معرفی کنه که کسی نتواند خدشه بر های اشان وارد کنه بعد از حمد خدا خود را فرزند محمد رسول خدا میدانه در واقع یک نوع اوتوریته و یک نوع مرجعیت اینجا برای خودش اثبات میکنه که مردم چی کسی با شما داره شما میزنه یعنی خیلی چرا با, یک شما باید ساکت باشید؟ با یک کلمه خود را معرفی میکنه خب وقتی یک کسی یک جمعیتی فردی را بشناسه که چی کاره هست بیشتر مورد توجه قرار میگیره بلده. و گوش فرامده و جالبه که اهل بیت را این گونه و آله طیبین پاکیزگان و الاخیار برگزیدگان خدایان یعنی اینها دو واژه را به کار میبره الطیبین الاخیار اخیار. هم اینها پاکان بودن یعنی که شما در خود سخنرانی بعد میه که شما پاکان امت را کشتید کشتید به شهادت رساندید و برگزیدگان خدا را شما در مقابلش تیق کشیدید و به شهادت رساندید این خیلی مهمه بله خود همین خطبه کوتاه نشانگر اینه که در حقیقت خیلی از مطالب را در همین دو جمله حضرت خلاصه کرده و بیان کرده بعد وارد اصل بحث میشه دوست. دیگر این خطبه به همین اندازه در حد دو سه کلمه و آغاز سخن مستقیما خطاب که در برنامه قبلی اشاره کردم بله. مستقیما مردم کوفه را خطاب مورد خطاب قرار میده اما بعد یا اهل کوفه مشخص یک مجموعه را مورد خطاب قرار نمیده کل اهالی کوفه را کل مردم کوفه را مورد خطاب قرار میده یا اهل الخطل و والخزل و اتبکون خیلی جالبه همین جمله فلا رقعت الدمعتو ولا هدعت رن این فراز اول صحبت زینب سلام الله علیه هاست که در اینجا حمد خدا را کوتا بیان کرده است خود را فرزند محمد رسول الله بیان کرده است اهل بیت را پاک و پاکیزه و برگزیده خدا بیان کرده است مستقیما مردم کوفه را مورد خطاب قرار میده این از لحاظ بلاغت نشان میده که زینب سلام الله علیها چقدر مسلط بر بلاغت و خطبه و بیان خوب بوده که خیلی خلاصه مطلب را بیان میکنه درست. در اینجا البته دو سه تا ویژگی را برای کوفیان بیان میکنه که این در حقیقت جامعه شناسی مردم کوفه را زینب سلام الله علیها به خوبی میدونسته ویژگی ها و خصوصیات مردم کوفه را در همین دو سه جمله روشن میکنه که اینها چگونه انسان هایی بوده میگه خطل یعنی دنیاگرایی و نیرنگ باز حضرت اونها را اهل دنیا و نیرنگ باز معرفی میکنه ای اهل کوفه شما مردم دنیا پرستی فریبکار و نیرنگباز باز هستید ویژگی های کوفیان همینه دیگه شما در تاریخ اگر مطالعه بکنید فاصله بیعت با بیعت شکنی یک نماز مغرب و است. ببینید مردمی که آمده پشت سر حضرت نحطن. مسلم نماز خوانده بیعت کرده بعد از نماز مغرب و عشا بیعت شکسته میشه فاصله بیعت کردن و بیعت شکستن چند رکت نمازه و این نشانه. نیرنگ بازی و دنیا گرایی مردم کوفه است و زینب سلام الله علیها ناخون روی همین نقطه ضعف و منفی مردم کوفه میگذارد که ای مردم نیرنگ باز ای کوفیان نیرنگ باز جمله دیگر حضرت تعبیر به بیوفایی داره که شما عهد شکنین و بیوفا که یکی از ویژگی های دیگری مردم کوفه همین بیوفایی این هاست. شما اگر در تاریخ کوفه و مردم کوفه ملاحظه بکنید ایشان با امیر المؤمنین بیعت می کند در رکاب او قدم بر میدارد. اما یک زمان در برابر امیر شمشیر می که اگر حکمیت را نپذیری تو را با همین شمشیر از بین می این بیوفایی اینها رو نشان میده عهد شکنی اینها رو نشان میده و همینطور در رابطه با امام حسن مشتبه علیه السلام خب یک تعداد در کنار امام مشتبه علیه السلام حضور داشتن اما وقتی پول و ثروت از جای دیگر وارد می شود برای اینها همون دنیا زدگی و بیوفایی اینها دو تا ویژگی بسیار مهم است که زینب سلام الله علیها به آن اشاره می کند و همینطور در رابطه با حضرت مسلم و جالبه که در روز آشورا طبق منابع معتبر امام حسین علیه السلام هم مردم کوفه را نفرین می کند همین نفرینی که زینب سلام الله علیها کرده است که حتما انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد بله، همین نفرینه به شکل دیگری امام حسین علیه السلام برای مردم کوفه بیان میکنه البته بعد از این که بارها سخنرانی کرد قطعا اتمام, کرد بله. بله. اتمام حجت کرده است خب هدایت کرده است بعد از این که اتمام حجت تمام می شود خب در آخرین لحظات که حضرت ناامید می شود برد. اون وقت مورد نفرین قرار می دهد درست. در اینجا ابتدا ویژگی ها و خصوصیات مردم کوفه را زینب سلام الله علیها بیان می کند اهل غدر رو اهل خطل و اهل خزل و این دو سه تا در منابع آمده درست. این دو ویژگی را یعنی دنیاگرایی نیرنگباز و فریبکار فریبکار و بیوفا و عهد شکن این ویژگی ها را داشته ابتدا جالبه که ویژگی های اینها را بیان میکنه و کسی نیست که بگه نه ما اینطوری نیستیم همه سرفگنده در حال عشق ریختن و گریهن و میپذیرن قبول میکنن در حالی که از توائف مختلف حضور داشته جمال. از ادیان مختلف آه. حضور داشته اشاره کردین به جامعه شناسی مردم کوفه بسیار مردم پیچیده ای بودن یعنی حالا اهل شام رو ما در روز زمینه نگاه کنیم برای ما بسیار مثلا روشنتر میشه خب شام کسانی هستند که معاویه و بعد از او یزید با موفقیت بر اونها حکم میرانه و هرچی که به هر صورت میگم اسلام همیه شامی ها قبول میکنه و گردن به فرمان اونها داده ولی خب مردم کوفه نگاه میکنیم یک روز نگاه میکنیم که اصحاب بسیار سرسخت حضرت علی است و فردا همین حضرت علی و بعدش امام حسن هست. تنها میگذاره یک میان برنامه رو میبینیم و بحث باز از اینجا شروع میکنیم انشاءالله از زبان شما در قسمت توضیحات کامل رو بشنویم دعوت میکنم به تماشای میان برنامه على <applause> سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی مخصوصا شما بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستید بله موضوع گفتگوی ما نگاه به خطبه حضرت زینب کبرا در کوفه هست امیدواریم که این بحث برای شما مفید باشه قسمت اولی بحث شما میتونید در یوتیوب و آپارات برنامه دنبال کنید و این قسمت رو هم تا اینجا را اگر شما از دست دادید میتونید که انشالله فردا بارگذاری میشه در فضای مجازی هم میتونید دنبال کنید و فردا هم بازپخشش بعد از ازان کابل هست برنامه به وقت بیداری هر شب ساعت 8 به وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم تقدیم نگاه شما میشه و تکرار و بازپخش آن هم سوایش یعنی فردا بعد از ازان ظهر کابل اجازه بدین که وقت از دست ندیم برگردم خدمت کارشناس محترم بله جناب استاد گرامی توصیفاتی که از حضرت زینب از زبان آن بیبی بی بی بزرگوار و آن پیامبر در درباره مردم کوفه بیان کردید بسیار بسیار جای تأمل داره و این سال رو برای در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که کوفیان چه مردمانی بودن؟ بله همون گونه که عرض شد زینب سلام الله علیها فضای عمومی را در نظر میگیره شرایطی که حاکم بوده بله. یک بحث عمومی را مطرح میکنه و قطعا البته بحث خواهیم کرد که چی گروه ها و چی ادیان و اقوام و توائفی در کوفه حضور داشته خب زینب سلام الله علیها با همون دو سه جمله در حقیقت ویژگی ها و خصوصیات عمومی مردم کوفه را بیان میکنه دنیاگرایی نیرنگ بازی و اهچکنی اینها بوده و جالبه که دو سه تا عرض کردم اهچکنی که در حق حضرت مسلم انجام مده و یا هلهلی که تای دار میسم تمار نحل حل کنن و شادمانی و سرور برپا میکنن یک زمانی اینا نشانگر اینه که اینها مردم درنگ و نیرنگ باز هستند اما همین مردم بالاخره در بینشان افرادی همانند حبیب ابن مظاهر مسلم ابن او و, و خیلی از شخصیت های دیگری بخش اعظمی از صحابی که در رکاب امام حسین شهید شد از همین مردم کوفه بوده خوب. همین گونه خواستم این عرض بکنم که این گونه نیست که زینب سلام الله علیها به کلی همه خوبی ها و ارزش های مردم کوفه را نادیده گرفته باشه اما چون در فضای عمومی بوده در اونجا اون فضا و اون شرایط حکم میکرده که زینب سلام الله علیها این گونه بعد از اون حادثه عظیم آشورا خب بالاخره باید این گونه مردم را سرزنش بکنه درست. و الا در نهج البلاغه هست که امام علی علیه السلام بارها مردم کوفه را در حقشان دعا کرده درست. و مردم کوفه را مردمان بسیار نیکسرشت معرفی کرده همان گونه که عرض کردم خب در همین مر... کوفه شخصیت های همانند حبیب مظاهر هست مردم از لحاظ نژادی و دینی و مذهبی غیر از یهودیان و مسیحیان مسلمانان به چهار دسته تقسیم می شده درست در آن زمان عده هواداران اهل بیت علیهم السلام بودند تعداد زیادی هوادار بودن این هوادار که یعنی از محبین حضرت بودن منظور از نظر معرفتی اینها در چی وضعی بودن یعنی این اهل بیت رو به امامت و اسمت جز شیعانی بودن, بودن. صرف یعنی طرفداران و از شیعیان و از هواداران ائمه معصومین علیهم السلام بودن خب امسال امین حبیب بن مظاهر مسلم بن و خیلی شخصیت های دیگر طبعاً. یک یک تعدادم هواداران و طرفداران بنی امیه بودند در بله. همون روزگار حضور بله. داشتن سومین گروه خوارج بودن که خب همون خوارج بقایای خوارجی که حضور داشتن بله بله. چهارمین گروه افراد بی تفاوت و دمدمی مزاجی که برایشان فرق نیده به هیچ کدام اونها خیلی دلبستگی نداشتن و دنبال دنیای خودشان بودند و همین دنیاگراها و انسانهای بی تفاوت گاهی به اصطلاح اگر قد علم بکنه در لشکر یزید خب سیایی لشکر زیاد میشه دیگه بله سواری میکرد لذا اینکه زینب سلام الله علیها مردم را خطاب قرار میده و ویژگی های اینها را بیان میکنه این فضای عمومی کوفه این گونه بوده این شواهد تاریخی هم که عرض کردم نشانگر اینه با امام علی عهد شکنی میکند با مسلم ابن عقیل عهد میکند با امام حسن مشتبه عهد میکند می و همینطور پای دار و شهادت میسم تمار شادی و سرور برپا میکنند گاهی گاه با زبیریان هستند گاهی با مختار سقفی مختار سقفی و امثال اینها خب اینا نشانگر اینه که فضای عمومی فضای مسمومی بوده بله. متاسفانه دنیاگرایی و بعضی اون قدر دنیاگرا و افراد و تفرید دیگر این یک جامعه که افراد و تفرید در او حاکم بوده ما در کوفه در اون عصر در عصری که حادثه آشورا رخ داده یک جامعه یک دست رو نداریم که کاملا مثل, مثل جامعه شام که اوموی بودن از او طرف هم در کوفه نه علوی هستن نه اوموی هستن بلکه ادهی از علویین و محبان اهل بیت معتقدین به امامت و اسمت هستند و در کنارش کسای دیگه هم هستند که بیطرف هستند و همین موضع گیری اینها ممکنه جریان ها را عوض کنه قطعاً. که در اتفاقات آشورا میشه این را به خوبی دید و این مطلب را خوب در برنامه قبل من بیشتر رویش تاکید کردم به این خاطر اشاره نکردم به خاطر که خود خود به حضرت خدا معرفی میکنن که من فرزند محمد رسول خدا هستم چرا خدا فرزند علی مرتضا نکو به خاطر اینکه خو یک سری مسائلی بوده میخوای همه رو ساکت کنه همه را ساکت کنه تنها شخصیتی که مورد اتفاق همه, همه بوده سلمان. در اون شرایط در موقع سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها پیامبر گرامی اسلامه که هیچ کس نمیتونست اینه منکر شوه و یا خدای نخواسته کسانی به مخالفت برخیزه لذا زینب حقیقتا از لحاظ روان شناختی و از لحاظ جامعه شناختی و از لحاظ فساحت و بلاغت در اوج قدرت بوده در عین حالی که اسیر بوده در حقیقت به تعبیر بنده اسیری که دشمنانش را به اسارت گرفت زینب این گونه این کار را انجام داد در درست. روز در بازار کوفه و در روز یازدهم یا روز دوازدهم محرم و مردم را و دشمنانش را به اسارت گرفت و تا به امروز که امروزه زینب سلام الله علیها خطبهش را همه درباره خطبه زینب سلام الله حتی اهل تسنن در رابطه با بلاغت این خطبه مطالب زیادی را درست بیان کردن و این نشانگر اینه که زینب هم هز از, لحاظ علمی و هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی و هم از لحاظ روانشناختی یک انسان کامل بوده و لذا خطبهش چنان تاثیر میکنه که در پایان همین خطبه راوی میگه به پیرمرد نگاه کردم که چنان عشق می ریزد مثل ابر بهاران و جملات را زیر زبان تکرار می کند که پدران شما خوب بود شما خوبین فرزندان شما خوبه و کلا در توصیف و تعریف زینب و خاندان اسمت و تهارت می پردازه و اصلا یک دیگرگونی ایجاد می کند لذا اینکه در مقاتل می نویسد که بعد از مختصر خطبه که زینب سلام الله علیها بیان کرده است مجبور می شوند که سر بریده امام حسین علیه السلام را به گونه بیاورد تا زینب سلام الله علیها را ساکت بسازه و این یک ترفند و ای بوده که زینب را ساکت بسازه چرا؟ برای اینکه ممکن بود در همون کوفه یک بیدار شوند و همونجا بشورند و اون اشک و ناله و فریادی که اینها میکردن حاکی از اینه که زینب سلام الله علیها بسیار سخنانش اثرگذار بوده گرچه که قبل از او اینها گریه میکردن و حضرت در جمله بعدی اتبکون میگه آیا شما گریه میکنه نشان میده که قبل از خطبه حضرت مردم کوفه زنان و بچه ها به گریه افتاده بوده, گریه افتاده بوده. خود این مسئله البته آه. ممکنه که بعضی ها به خاطر فریب و نیرنگ تظاهر می کرده که زینب سلام الله علیه ها میگه شما گریه می این نشان میده که گریه های مصنوعی هم گاهی عشق تمساره بوده و از بیانات حضرت نشان از این است که اونها عده ممکنه که تظاهر میکرده پس حضرت در فراز بعدی جمله دارد فلا رقعت الدمعت ولا هدعت رنتو یعنی اشک چشم شما هیچگاه نخوش کرد ناله و فریاد شما هیچگاه از بین نرود خاموش نشود دو چیز را حضرت اینجا مشخصا برای اینها بیان نکند در حقیقت نفرین میکند این نفرین زینب سلام الله علیها نشان میده که چه از مردم کوفه ناراضی بوده و حقیقتا هم باید این گونه باشد همونها بودند که امام حسین را دعوت کردند آقا بیا که ما در رکاب شما هستیم و بالاخره آقا آمدند. بله. آمدن همین هایی که دعوت کرده بودند، همین ها شمشیر بر روی بله. امام حسین علیه السلام کشیده واقعیت تلخیص که متاسفانه در سخنان خود امام حسین هم هست بارها و بارها خود امام حسین چی در مسیر و چی در خود در روز آشرایی ای را گشتت کردن به خود کوفیان ولی متاسفانه کو گوش شنوا متاسفانه فرصت گفتگوی امشب ما جناب استاد فسی به پایان رسیده ما انشالله و بینندگان باز منتظر هستیم که در هفته آینده صحبت های بیشتر و تکمیلی را درباره این خطبه کوتاه ولی کوبنده حضرت زینب از زبان جناب عالی بشنویم سپاسگزار هستیم از شما همینطور از شما بینندگان عزیز و گرامی هم سپاسگزار هم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین همراه با کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین استاد فصیح غزنوی شب خوب و خوش آرامی را برای شما آرزو میکنم خدایا رو نگهدارتان باشه <applause>